یادگاری عینی و این کوه ساران زنده باد، شیری ترسون زاده و این آب شاران زنده باد. چاقی را از سوختن داری خبر، پس مکن از آتشی سوزان حذر. سوختن پولاد آهن آفرد، از شراری تازه گلخن آفرد. پر حرارت گر نمی شد آفتاب، زندگی می گشت از سرما خراب. بی حرارت سنگ بود و دل نبود، دل کشا و پرصفا منزل نبود. شاعرا از سوختن هرگز منا، سوختن را دوست می دارد وصال. تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل بجانان باختن مشکل بود. شیر هم باید زند فواره، از تنور دل چاکش پاره. سر زند از دل به دل کاری کند، نرمتر سنگین دلی یاری کند. یاد داند که چی باشد سوختن، در وفاداری سبق آموختن. شاعرا از سوختن داری خبر، پس مکن از آتشی سوزان حذر. شخصیت های تاریخی انگوش شمارند، در هر عصر نفری چند به عالم هستی آمده، نام بردار خلق و ملت خویش می‌گردند. در عصر 20 میان اهل بشر نام و نسب میرزا تورسون‌زاده همچون سپه سالار نظم، منادی صلح و دوستی و ارباب برجسته دولتی و خادم نمایان جمعیتی وردی زبان ها گردید که امروز ما از میراثی پرغناوتی او بهره می بریم. آشیان گر می گذاری در دلی انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد بی پایان گذار. سال 1924 وقتی که اولین مکتب سویدی در کنفر کشاده شد، مرا پدرم از مکتب کوهنه، یعنی از پیش دامالله گرفته و مکتب نو خوبید. در همین مکتب نو اولین مرتبه برای من انکیت کردن، سال تولدم را فهمیدن. معلم وقتی که انکیت پر میکرد از پدرم پرسید که پسرتان چند ساله شد. پدرم گفت که زمین جمیش قرطاق کدام سال بود؟ معلم گفت که زمین جمیش قرطاق سال 1907. در جواب معلم گفت که بعد از 4 سال زمین جمیش من پیشترم فهمیدم. از همون من فهمیدم که من سال 1911 تولد شدم و معلم هم همین طور در انکیتی من پیشت. این تاریخی روزی تولد سالو و روزی تولدی من. سیم و زر، سرمه و سیم آب دهد،
کوهی حساب تشنگان را شب و روز آب دهد کوهی حساب چار زانو زده در میکده چون پیر مغان جام سرشار می ناب دهد کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم قطره عشق عذاب و فرحی اید شدم چون رسیدم به سر قله کوهی وطنم حافظ این وطنی حیرت خورشید شدم استاد مرزا تورسون‌زاده مردم‌گرا بودن انسان خلقی او غروری ساخته و اون کس نداشتن خودشان بزرگیشان را احساس نمی کردن که در پهلوی یک تاجیکی بسیار عادی و ساده و خاکسار بودن شاعری بزرگ هستند و منادی این ملت در سراسر جهان هستند نه تنها ملت تاجیک بلکه اتحاد شوروی بزرگی و خاکساری اون کس به هم آمیخته بود پهلوی هم بودن در یک جا بودن از یک روی سکه خاکساری و تاجیکیشان مردشون روی دیگرش جهانی و بزرگیشان بود یک شخصیت پیغمبر سیما و خودشان همین احساس نمی کردن اینا مردم باید کشف می کردن این انسانی است که ما را به اخلاق دعوت می کنند همه وقت در همه محفل تا جایی که تورسون‌زاده هست وحدت ما دوستی ما به خدا است رسول حمزاتوف چنگیز ایتماتوف داوید کوگلتینوف مستای کریم که همه اینها از دوستانی بسیار هم نزدیک استاد تورسون‌زاده بودند وقتی می دانستند که بنده از سرزمین استاد تورسون‌زاده هستم و از شاگردان استاد تورسون‌زاده هستم همیشه به ما خوب با مناسبت مخصوص با احترام و اعتبار مناسبت می کردند بنابر همین اگر این بزرگان ادبیات ما را ارجگذاری کرده باشند در ادبیات محض به شرافت خب بزرگی استاد مرزا تورسون‌زاده بود استاد تورسون‌زاده مکتب ایجادی استادان بزرگ ما صدر عینی و ابوالقاسم لاهوتی را ادامه داده مدل شعر نو را آفریدند شما می‌دانید که در آن سالها در پهلوی استاد تورسون‌زاده رحیمی بودند میرشکر بودند امینزاده بودند واقعی رحیمزاده بودند اما استاد تورسون‌زاده توانستند که از همه اینها پیش گذرند و پرچم نظم نوی تاجیکستان را بسیار بلند برداشتند در اتحاد شوروی بلخواسته در جمهوری های آسیای مرکزی با درجه استاد تورسون‌زاده شاعر نبود با این مقام با این آزادگی با این زیبایی شعر شعرشان سبک رودکی است ساده، صمیمی و از رنگ و برهای لطفای بیهودی شعر آزاد است و بزرگی شعر تورسون‌زاده هم همین است چون نهادم پای خود را بر سری خاکی وطن بارها بوسیدم از رخساره خاکی وطن مدتی بودم اگرچی دور اما یاد آن میوزانیدم بسر بادی فرحناکی وطن خیش را میبینم اکنون باز در آغوش او باز میخوانم سرودی تازه در گوش او باز میگیرم نفس من از هوای بیغبار باز می نوشم من آب از چشمه پرجوش او شادم اما می خورم غم‌های خلق دیگری در نظر می آورم تاراج گشته کشوری خلق هندوی ستم کش را رسان از ما سلام ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پری من امینم میرسد هر یک صدای ما با او هر یک آوازی پر از مهر و وفای ما با او کوهساران هیچ نتوانند سدی ره شوند میبرد بوی ما
معطر را هوای ما با او. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. توانی دوستان را گم نکن، دوستانی مهربان را گم نکن، در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن، مشکل آسان کن کسان را گم نکن، دوست آید گرد در آغوش رسمی خوبی تاجیکان را گم نکن، رسمی خوبی تاجیکان را گم نکن، وحدتی خلق جهان را گم نکن، چشمه الهام ما خلق است خلق، مشهوری جهان را گم نکن. تورسون‌زاده همچون شخصیت با خصلت های نیکوی آدمیتش میان مردم دیها، میان مردم تاجیکستان و بین عالمیان شهرت داشت. شهرت او شعری او بود، شعری او همچون چون حدیث و آیت مردم را تربیه میکرد. از شعری او بوی دوستی، بوی صلح و صلاح، بوی آدم و آدمگری می آمد. همین قدر در خاطر دارم که در آوان جوانی ما، آن روزی که تورسون‌زاده در قره‌تا حاضر می شدم، آن روز برای قره‌تا گویا یک توی، یک دلخوشی مردم در یک مدت کوتاه دایره فرهنگی در ساحل دریا پیدا می شدم و قطار میرزا تورسون‌زاده دیگر پیروانشان، شاگردانشان می آمدند و در ساحل دریا شعر و سرود قرائت می کردم. از عالم نظم گذشته های و امروزه ها قرائت میکردن و مردم از آن ذوق میبرد. این بود که شاعر با نظم عالمگیرش در دل و دیده مردم دیها، در دل و دیده عالمیان جای گرفته است. وطن از گهواره آغاز مییابد، در زندگی خواه شاه خواه گدا خواه عالم خواه دانشمند، در کجایی که با تقاضای زندگی کار و فعالیت نکند همیشه یاد زادگاهی خود میکنند. تورسون‌زاده هم قره‌تاغ زادگاهشان را بسیار دوست میداشتند. بارها آمده میگفتند که هر پگاهی که از خواب میخیزم اولین فکری که به سرم میزند آیا امکانیت داشت نیافته باشم امروز به قره‌تاغ روم. هرگاه که به قره‌تاغ رهسپار شدم امکانیت شد، اول ارباب یعقوب و آنگاه شما با یادم می آوید. تورسون‌زاده شخص بسیار عادی، خاکسار و فروتن هم بودند. وقتی که به قره‌تاغ می آمدند، فوراً از ماشین فرامده سوی چایخانه می رفتند و کت نشستند با آدم ها واخوری می کردند. مشاعره تاجیکی که این خیلی
انکشاف داشت. همین طور است. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دویمی بیت باید کسی دیگر شروع کند. والاو شیدای تو این دلی حیران من. این دلی حیران من والاو شیدای تو. وحشی خوش میدمد نسیم بهار. مجدارد زیانگی گلزار. من ترک عشق و باده و ساغر نمی کنم. صد با توبه کردم و دیگر. اما ما نمیتون یا پیش ما با امرو میبینیم که ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهل شیخ گمراه شیخان گمراه آفرین یافتید درست هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند دل را به دل رهیست در این گنبدی سپید از روی کینه کینه و از روی مه مه من ممکنه میزه جام هم یکتر از اغوه فرومدوم و نالیش کردم سنگای در خونه تا بالیش کردم می خانه را در باز کن سالکشی آغاز کن دل را به می دمساز کن گفتاری بستان برنم همین سوزن آقاتی شما سه ساله شوید تشکر در زمان ما البته شعرهای لطفگویی با لطف شعرگویی کمتر شده است چون که بیشتر مضمون و با دقت میتین و بیشتر به مندرجه شعرها خدیده مثلا از لطف ها گفتم سنما لبی تو همچون نمکی نمکی آفرین گفتم سنما لبی تو همچون نمکی گفتا تو چی دانی نمکی بی نمکی گفتم که زلالی لبی تو بوسه کنم گفتا بشود به شرط آنکه نمکی آفرین نمکی پس کنید باز برو چند خیر یا مثلا میگوید که دردا که در دیار شما در دیار نیست هر جا که در دیار نباشد دیار نیست مجنون صفت گربی برندم به پایدار مردانه جان دیم که جهان پایدار نیست گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد عشق هم به میزانه بروبان خاکی در گفتم به چشم رود من عالم دیگر شد تو همان استی همان سرزمینت پرثمر شد تو همان استی همان دور من دوری قبر شد تو همان استی همان دیده و دل پرشرر شد تو همان استی همان می دوی در کوسار و سر به سنگام می زنی اشتری مستی مگر هر سوی جولان می زنی دست بر سر مو خراشان رو خراشان می زنی قطره های سرد را بر کوساران می زنی در کنار تا سهرگه جای کس گیرد کش است با نگاری دامنی عشق و هوس گیرد خوش است روی سبز دوره بر بالای خس گیرد خوش است فارغ از کاری جهان یک دم نفس گیرد خوش است جان شیرین این قدر جنگم مکن این قدر بیهوده دلتنگم مکن گشته گشته در سفر باز آمدم باز در نزدت و پرواز آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جایی زیستم این دل من منزل یاد تو بود یاد روی حسن آباد تو بود بی تو نگذشت از گلویم آب هم بی تو در چشمم نیامد خواب هم بی تو هر یک روز من یک سال شد
بی تو دل غش کرد چون اطفال شد. بی تو دیدم گرچه زیبا دختران، بی تو بشنیدم سرودی عاشقان، بی تو در توی و تماشاها شدم، بی تو گاه ها بلبلی گویا شدم، بی تو در وصف زنان گفتم سخن، بی تو در مجلس فشردم دست زن، لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های چشم و ابروی تو بود. همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور. میرزا تورسونزاده نماینده برجسته فرهنگ و ادبیات قدیمی تاجیک بود و هست. چنگیز ایتماتوف. اشعار میرزا تورسونزاده بسان مرغ افسانوی از روی قله‌های بلند و دریاهای پهناور گذشته با حقانیت، صمیمیت و پرداز زیبای شاعرانه خود عقل و دل همزمانان را تسخیر کرده است. نیکولای تیخانوف. بگذار کلک تو با رنگ نیلوفر جاویدانی نقش و نگار بندد. میخائیل شالخف. میرزا مقلید نی، بلکه دوام دهنده نظمی هزار ساله خلق خود می باشد. او این کار دشوار را با سرافرازی ادا می کند. رسول غمزاتف. هر ملتی که چون میرزا تورسونزاده فرزند دارد، ملتی سعادتمند است. اخفیلدیانی. من دل میرزا تورسونزاده را به تپیش های بیقرار دل شرق نسبت می دهم. بلی، محض به شرق بزرگ ریاضت کش و آفریدگاه نظم بزرگ. سارا خانزادگان. تو در هر حالت ای استاد، با هر قطعه شیرت کشادی راه بر هر قطعه عالم، و بخشیدی پی بهبودی دنیا، پی دلیابی آدم، سرودت را، وجودت را. لایق شیرعلی. در جوانی هنوز در وقتی که در مکتب میانه تحصیل میکردیم، از شعر استاد تورسونزاده تربیت یافتیم. ما از شعر استاد تورسونزاده زبان مادری آموختیم. ما از شعر استاد میرزا تورسونزاده وطن دوستی و وطن داری آموختیم. شرف و ننگ و سربلندی ها آموختیم. و استاد تورسونزاده یک شخصیت بسیار نجیب، یک شخصیت معروف در همه دنیا بودند، اما تمام صفات های والای انسانی را داشتند. یک انسان خاکسار، خندان رو، یک انسان خردمند بودند و همیشه هر نفس، هر رفتار، هر گفتار، تمام فعالیت جمعیتی و تمام فعالیت ادبی استاد نمونه عبرت برای ما جوانان بود و هست. او پیام ملت آزاده بود، او سلام صلح هایی که جاده بود، او صدای آسیا و افریقا، او صفای عاشق دل داده بود. هر نفس، هر قطره خون، هر تار مو در دفاع میهنش ایستاده بود. بر علیه بادهای تند عصر با جسارت سینه را بکشاده بود.
گشت فرزند همه قوم و نژاد تاجیکی که ثروتش سرباده بود. با وجودش قطعه ها را وصل کرد، در راه حق جان و تن را داده بود. در قطار قله های این دیار قله مرزای ترسون‌زاده بود. مردمی تاجیکستان عاشق و مخلصی اشعار میرزا ترسون‌زاده هستند. محبت وطن، آب و خاک، هر گل و گیاهی آن در اشعار او با هنری بلند تصویر شده. استاد میرزا ترسون‌زاده از خود میراثی بزرگ گذاشت که مغز اندر مغزی آن را معنویت عالی، حیات دوستی، انسان پروری، برادری و وحدت تشکیل کردند. این است که تمام انسانیت صلح پرور میرزا ترسون‌زاده را دوست می‌دارند. او در دل‌های ما ابدی می‌ماند.